در خط تازه ترین و مهمترین خبرها، آغاز رزمایش پیمان امنیت جمعی با رهبری روسیه در مرز افغانستان. بعد روی تشکیل دولت فراگیر، ایران هفته آینده از وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان میزبانی میکند و همچنان در پایان اعلام موجودیت اولین گروه چریک شهری علیه طالبان. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نی چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. پس روی تشکیل دولت فراگیر، ایران هفته آینده از وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان میزبانی میکند. 8 صبح کابل. وزارت خارجه ایران اعلام کرده که قرار است چهارشنبه هفته آینده کشورهای همسایه افغانستان نشستی را در مورد چگونگی تشکیل دولت فراگیر در افغانستان دایر کنند. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه 26 میزان در یک کنفرانس خبری بیان کرد که این نشست برای یک روز به صورت حضوری برگزار می شود. و این ترتیب قرار است که هفته آینده وزیران خارجه کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان و چین برای اشتراک در این نشست به تهران سفر کنند. خطیب زاده این نشست را ادامه گفتگوی دور اول که به صورت مجازی برگزار شده بود عنوان کرد. او تشکیل دولت فراگیر، کمک به تأمین صلح، ثبات و امنیت در افغانستان را از آجندای مهم این نشست خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که قضیه افغانستان ملی است و همواره به صورت ملی پیگیری شده است. او افزوده که کشورهای همسایه افغانستان توقع دارند که در دولت آینده تمامی اقوام اشتراک داشته باشند. با این حال او برقراری صلح، ثبات و امنیت در افغانستان را برای ایران پر اهمیت خوانده. این نشست در حالی برگزار می شود که تا کنون هیچ کشور همسایه افغانستان دولت طالبان را به رسمیت نشناخته. این کشورها تشکیل دولت فراگیر، احترام به حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و تأمین حقوق زنان را از شرط‌های به رسمیت شناختن طالبان عنوان کردند. طالبان در 24 ماه اسد سال جاری کابل را تصرف کردند و حکومت پیشین را سقوط دادند. در این مدت طالبان بارها تلاش کرده که مشروعیت بین‌المللی را کسب کنند، اما تا کنون این تلاش ها نتیجه نداشت. از سوی دیگر طالبان ماه گذشته کابینه سرپرستانشان را اعلام کردند. در این کابینه از سایر اقوام کسی حضور نداشت. این امر انتقاد جامعه جهانی را در پی داشت. در همین حال نفیسه نوری در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: اعلام موجودیت اولین گروه چریک شهری علیه طالبان. اولین گروه های چریک شهری جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود همزمان در 8 شهر و ولایت این کشور شامل کابل، هرات، قندهار، مزار شریف، قندوز، جلال آباد، طالقان و شبرغان اعلام موجودیت و آغاز به فعالیت کردند. این گروه اعلام کرده که در نوبت نخست انتقام مردم را از عوامل امارت و مقاماتی که به ملت افغانستان ظلم می کنند خواهند گرفت. نفیسه نوری، جبهه مقاومت ملی، مردم افغانستان. همچنان این در حالی است که آغاز رزمایش پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه در مرز افغانستان. پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه امروز بزرگترین رزمایش نظامی خود را در مرز تاجیکستان و افغانستان آغاز کرد. با گفته وزارتخانه های دفاعی روسیه و تاجیکستان، در این رزمایش پیش از 500 سرباز که نیمی از آنها روسی هستند شرکت دارند. این رزمایش قرار است 6 روز ادامه یابد. روسیه و متحدانش پیش از این هم در پای تسلط طالبان بر افغانستان در مناطق مرز تاجیکستان و افغانستان تمرینات نظامی انجام دادند. روسیه نگران احتمال نفوذ شبکه نظامیان اسلامگرا به جمهوری های شوروی سابق در آسیای مرکزی است. مسکو که یک پایگاه بزرگ نظامی در تاجیکستان دارد و دوشنبه اطمینان داده است که در صورت هر گونه خطر مرزی به آن کمک خواهد کرد. گفتنی است که تاجیکستان برخلاف دیگر کشورهای آسیای مرکزی تمایل به همکاری با طالبان ندارد.
و مخالف شناسای بین المللی آنها است. روابط طالبان و تاجیکستان اخیراً به خاطر اظهارات مقامات دو طرف دچار تنش شده که حتی گزارش شده بود که هر جانب در مناطق مرزی نیرو جابجا کرده اند. همچنان این در حالی است که وزیر دفاع پیشین آمریکا افغانستان به یک دولت تروریستی تبدیل خواهد شد. رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا میگوید که دلایل روشنی مبنی بر تبدیل شدن افغانستان تحت اداره طالبان به یک دولت تروریستی وجود دارد. به نقل از خبرگزاری افق، آقای گیتس در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه بی بی سی گفته است که دلایلی وجود دارد که نگران باشیم افغانستان تحت حکومت طالبان و یک دولت تروریستی تبدیل شود. او افزوده است که من فکر میکنم طالبان یک نگرانی واقعی هستند. آنها رابطه خود با القاعده را قطع نکردند و از زمانی به قدرت رسیدنشان این رابطه ادامه دارد. گیتس که در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش و باراک اوباما وزیر دفاع بود، نزدیک به 5 سال از داده جنگ ایالات متحده در افغانستان را مدیریت کرده است. او گفته که طالبان سیاست ها و ایدئولوژی خود را طوری تنظیم می کنند که جامعه جهانی آن را به رسمیت بشناسد و کمک های اقتصادی به آنان ادامه یابد. با باور او طالبان به احتمال زیاد از چین، روسیه و ایران کمک خواهند گرفت. گیتس افزوده است که چین انگیزه برای کمک به طالبان پیدا خواهد کرد، زیرا ورود به افغانستان باعث می شود که پکن به عنوان بخشی از طرح کمربندی و جاده و مواد معدنی این کشور و مجاورت جغرافیا با ایران دسترسی پیدا کند. او در سالهای 2009 که وزیر دفاع آمریکا بود، 47,000 سرباز آمریکایی به افغانستان اعزام کرد و از مدافعان افزایش نیرو به افغانستان بود. طرحی که جو بایدن، معاون آن زمان اوباما و رئیس جمهور فعلی آمریکا با آن مخالف می کرد. با وجود آن که بایدن اخیراً این تصمیم را اشتباه خوانده، رابرت گیت در مصاحبه تازه خود در دفاع از این تصمیم گفته که اعزام نظامیان بیشتر سبب شد تا وضعیت امنیتی در مناطق تحت نفوذ طالبان بهبود یابد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم.